یکی دیگه از توانایی هایی که موشن داره که شما میتونید با فایل صوتی انیمیشن ایجاد بکنید یعنی به طور مثال با یه دیالوگ با یه آهنگ انیمیشن ایجاد بکنید اما چطوری اون چیزی رو که شما میخواین انیمیشن بهش نسبت داده بشه انتخاب میکنید به طور مثال اینجا من این فیلتر لایت ریز رو انتخاب میکنم و قبلش هم البته یه آهنگ وارد موشن کردم که این آهنگ دو اگه بخوایم میتونیم یه آهنگ رو هم بشنویم خب حالا من میخوام این آهنگ شدت نور این فیلتر من رو کم و زیاد کنه یعنی این فیلتر من این نوری که اینجا داره من میخوام آهنگ در واقع کم و زیادش بکنه من روی اون پارامتری که میخوام آهنگ تحت تاثیر بذارتش انت... کلیک میکنم رایت کلیک میکنم در واقع و آدیو رو انتخاب میکنم یه کنترل کلیک هم میتونید بکنید آدیو از اینجا شما میتونید توی قسمت تو آهنگتون رو انتخاب بکنید یا آهنگتون رو درگ بکنید اینجا هر دو روش هم قابل اجراست حالا اینجا من اگه پریویو رو بزنم شما میبینید که فرکانس های من رو نشون میده من ممکنه بگم از این فرکانس فقط تا این فرکانس رو من میخوام توی انیمیشن هم شرکت بدم و توی انیمیشن هم تأثیر بذاره خب حالا که این قسمت رو انتخاب کردم میام توی کامپوزیشن توی کنواس هم کلیک میکنم و یه بار پلی رو میزنم مشخصا اینجا آهنگ من داره نور این فیلتر رو کم و زیاد میکنه حالا ممکنه من میگم خب من میخوام طول این نور ها رو هم باز با آهنگم کم و زیاد کنم میتونم بیام دوباره توی فیلترم این دفعه رو لینکت کلیک بکنم آدیو رایت کلیک آدیو و دوباره از اینجا حالا دیو فیل رو انتخاب میکنم این بار میگم من این تیکه فرکانس این چهار آخر رو میخوام یه خوردم صفحش رو میرم پایین تر که تاثیر بیشتری بذاره چون ما پیک نداریم واقعا اینجا خب میریم دوباره از اول ببینیم همونطور که شما می‌بینید تاثیرش خیلی کمه الان توی این تصویر نه این که تاثیر نداشته باشه کاملا مشخصه که تاثیر داره اما ما ممکنه بخوایم خیلی بیشتر بشه شدتش یه عنوانی ما اینجا داریم عنوان ب... ب... یه چیزی داریم به اسم اسکیل که شدت تاثیر این رو کم یا زیاد میکنه حالا من این دفعه اسکیلش مثلا روی یکه من پنج شیش برابر ده برابرش میکنم یا شاید خیلی زیاد شد ده برابر من هفت برابرش میکنم خب همونطور که شما میبینید این قسمت صدا داره طول رو کنترل میکنه این قسمتش داره شدت رو کنترل میکنه البته میتونم یه خورده اینو بیشتر بکنم که واضح تر ببینیم اتفاق رو حالا ممکنه باز شما بگین من میخوام یه چیز دیگر هم با صدا کنترل کنم مثلا این سورس سافتنس رو فرض البته شاید خب این سافتنس خیلی مشخص نباشه چی رو میتونیم ما الان بهش نسبت بدیم اصلا بعد نیست بیم تو خود رادامک توی تکسمون توی پراپرتیزش و بزرگ کوچیکه خود رادامک رو بهش نسبت بدیم چرا که نه آدیو دوباره آهنگ و این دفعه فرکانس رو من انتخاب می کنم که تا انتخاب نکرده باشم مثلا این دو ستای وسط رو این ستا رو خب بازم هم میتونیم همین کار رو انجام بدیم میاییم از اول نگاه میکنیم یه اتفاقی که الان افتاده که شاید شما دوست نداشته باشه اینی که محور این یه جاییه که حالا برای این کار زیاد مناسب نیست من محورش رو انتخاب میکنم میارم اینجا و یک بار میتونیم ببینیم الان از تاثیرش رو خب حالا همونطور که شما اینجا میبینید شدت بزرگ کوچیک شدن خیلی زیاده من این کمش میکنم مثلا به جای یک میذارم روی دو دهم ده یا اصلا یه دهم ده خب همونطور که شما بینید به همین راحتی میشه توی موشن بذارید من یه مقدار اسکیل این یکی که مال طوله رو طول نور هاست رو زیادتر بکنم بازم فکر کنم بیشتر هم میشه که خب یه نکته که اینجا الان وجود داره اینی که ما اجازه بدید من این قسمت هم ببنده. ما یه ایندیکیتور کیف فریم ریت اینجا داریم نشون میده که 10 فریم 8 فریم 9 فریم تقریبا 10 فریم در آن واحد میتونه من نشون بده ریل تایم 11 فریم میتونه پلی بکنه اگر شما دقیقش رو میخواید بعد رم پریویو بگیرید من اینجا کامند آر رو میزنم که رم پریویو رو من بگیره همونطور که ببینید سرعتش هم توی رم پریویو خیلی زیاده و حالا توی 3 4 ثانیه‌ای که این تموم میشه میتونیم با هم از نظر زمانی کاملا دیگه ببینیم و درست خب این ایجاد انیمیشن توسط صدا بود شما هر پارامتری توی موشن هر چیزی که قابل انیمه باشه این قابلیت رو داره که صدام تحص... تحت تاثیرش بذاره پوزیشن، اسکل، روتشن، اوپاسیتی، هر چیزی هر چیزی که شما بینید جلوش این آیکون وجود داره مثل سایز تکست، مثل حالا ترکش um, هر چیزی رو شما توی موشن میتونید این کار رو باش بکنید حالا من اینجا مثلا ترک um, رو هم میخوام این کار رو باش بکنم آدیو این دفعه دو فیل رو دوباره انتخاب میکنم و اصلا دیگه دست به هیچی هم نمیزنم ببینیم چه اتفاقی میافته خیلی سنگین شد خیلی خیلی سنگین شد و فقط دو فریم ما نشون در هر ثانیه خب امیدوارم از این درس هم لذت برده باشید